آقای مشتبه شکوری سلام سلام و عرض و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران ارادت من بفرمایید که کتاب این هفته و موضوع صحبت این برنامه چیه؟ کتابی که آوردم اسمش ایده عالی مستدامه چگونه ایده های ماندگار بسازیم نوشته آقای چیپ هیست و دن هیست ترجمه سید رامین هاشمی و مشتبه اصدی و انتشارات آریانا قلم رو جلدش آره،, آره دقیقاً دقیقا اینا طرح جلدهای آقای مجید زاره که کلا خیلی خلاقانه و خوبه اینم آره خیلی قشنگی تو نرده, نرده بله اومده بالاتر از آره دقیقا <تصفح> شما خوبی؟ عالی سلامتی خوب. این اسم کتاب از روی زل عالی مستدامه آره دید. سایتون مستدام باشه در واقع حرفش اینه که اگه ما ایده ای داریم چطور بیشتر پجواک داشته باشه بیشتر به چرخه میدونید موضوع اصلا من انتخاب کردم یه ذرم با قسمت های قبلی ما حال و هوای بحثمون فرق میکنه دلیلش اینه که این تو حوزه روانشناسی کسب و کاره ولی به نظر من به حال خوب خیلی مربوط شده اصلا الان خیلی از کتاب های روانشناسی و اقتصاد و اقتصاد رفتاری به خاطر حوزه کسب و کار بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و تکنیکایی به آدم یاد میده که به صورت عملی بتونه تاثیر بیشتری روی جهان بذاره ببین مشکل ما اینه که خیلی اون ایده های خوبی برای بهتر شدن جهان داریم اما در چگونه گفتنشه که به مشکل میخوریم این برنامه و این کتاب میتونه کمک کنه که ما یه چیزایی رو با هم تمرین کنیم که موثرتر حرف بزنیم و پیاممون و ایده‌هامون برای زندگی خودمون و دنیای به در مستدام تر باشه مستدام عالی آل. من یه چیزی که الان بی باشه در خواهش مقدمه خواهش میکنم. بگم بله این که گفتین که برای برقراری ارتباط فکر میکنم بارها شده که رفتم توی فروشگاهی برای خرید و نحوه برخورد فروشنده باعث شده که من از اون فروشگاه خرید بکنم یا نکنم فکر میکنم یه فروشنده نباید بیش از حد شماره تحت فشار چی میخواین چی بهتون معرفی کنم چی باید. و نباید اینقدر فارق باشه که اگه شما سوالی دارین هم سرش از گوشیش نه همینجور که نگهبان یک ساختمان باید پاسخگو باشه برای کسی که وارد اون ساختمان میشه <تصفح> منشی یک پزشک برای بیمار 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 خیلی شرایط خاصی داره <تصفح> اگر بیمار داره سوال میکنه خیلی مهمه که منشی دکتر صبور باشه صبر داشته باشه بهم. بدون این بیمار یا یه همراه یک بیماره و در حوزه قدرتشون واقعا از این یک استفاده بد نکنن <تصفح> یک برخورد درست <تصفح> یک برخوردی که مستدام باشه این ارتباط با کسی که اومده به اون پزشک مراجعه کنه به اون فروشگاه مراجعه کنه به اون محل مراجعه کنه آدما تو حوزه قدرتشون گاهی وقتا باعث میشن که ارباب رجوع کسی که رجوع کرده بهش بد بگذره دلست. ناراحت بشه غمگین بشه و بعد این آدم حواسش نیست خودش یه برخورده اینجوری جای دیگری چون ماها تو داد و ستد برخوردامون رو اثر میذاره و پس میگیریم بله حرف در بود. نه کاملا و خیلی نزدیکی بود به, کلا... به, کتابی که جلسه گذشته حرف زدیم به دوبستان در مورد این حرف زدیم که چطور حتی برای اینکه فروشنده بهتری باشیم مهمه که نخوایم چیزی رو بفروشیم بخوایم کمکی بکنیم بخوایم نیازی رو تشخیص بدیم و اون رو حل کنیم حالا و اینکه این بخشندگی این همدلی این حوصله این درست شنیدن چطور کمک میکنه ما حتی به موفقیت فردی برسیم فارغ از اینکه فضیلت اخلاقی مهم. ما وقتی که معلمیم شغلمون جواب دادن به بچه هاست وقتی داریم که کار افنیم. میکنیم درسته که خیلی زیادن همینجور سوال تکراری تکراری ده تکراری ده ولی خب ما نشستیم اینجا که همین کار انجام بدیم یه معلم که... پیشتصفتی به من هم یه چیزی یاد داد همیشه تو گوش هم زنگ میزنه این. که گفتش که به مشتبه تو داریم میری تو محیط بچه ها میدونی نه اینکه اونا میان تو محیط تو یعنی این محیط طبیعیه که یه جور دیگه باشه میدونی محیطی که پر از پسر بچه های حالا تو مدرسه ای که من میرم 15 16 ساله است خب باید تو شیطنت باشه صدای خنده باشه آدما راحت میده پر انرژی باشن این منم که مهمون اونا این محیط اوناست اونا در اکثریتا آره تو جاهای مختلف میشه این رو دید و بسیار نکته مهم می گفت خیلی ممنون دست ببرش. شما نه میکنم خیلی ممنون ببینید با شروع کنیم بحثمون حرفش اینه که یه سری تکنیک ها یه سری نکات مهم رو در چگونه گفتن باید رعایت کنیم برای اینکه ایدمون به بهترین شکل ممکن در واقع تاثیر بذاره و بچرخه و استمرار داشته باشه شش تا میگه من حالا باز اگه رسیدیم از تجربه کتابای دیگه میگم اینکه ساده باشه غیر منتظره باشه ملموس باشه معتبر باشه احساسی باشه و داستان داشته باشه یعنی میگه اگه یه ایده ای، یکی دو تا از اینا توش باشه احتمال اینکه بیشتر گسترش پیدا کنه و اثر بذاره و ماندگار باشه خیلی بیشتر میشه. این جالبه که میتونه حتی برای داستان نویسی یا فیلم و نویسی هم کار کنه آره دقیقا دقیقا میتونه کار یعنی یه چارچوبیه و به نظرم خیلی خیلی تو کار من به عنوان معلم خیلی بهم کمک کرده فکر کنم تو کارهای مختلف دونستن این ایده ها میتونه خیلی کمک کنه بریم سراغ اولیش اینکه ساده باشه ببینید از یه چیزی حرف میزنه به نام مغز ایده میگه مهم اینه که گاهی وقت ما انقدر حاشیه میریم یا انقدر اضافه میکنیم کنیم یا یعنی اینقدر فکت های بیش از حد در واقع می افزاییم به اون ایده که اصلا خود ایده نابود میشه خود ایده گم میشه مهم اینه که بدونیم اگه سه تا چیزو داریم میگیم توی ارائه تقریبا انگار چیزی نگفتیم مهم اینه که مغز ایده رو و قلب ایده رو بتونیم منتقل کنیم یعنی قبل از گفتن هر پیامی هر ارائه ای سوال مهم اینه و این اولین چیزی که با شروع میکنه که آیا مغز ایده در لابلای اضافه هایی که ما داریم میکنیم به بحثمون گم نمیشه این خیلی مهمه ما از یه جلسه ای که مثلا شاید نیم ساعت طول میکشه آخرش با یه, یه خط آدما میان بیرون آدما تمام ارائه شما مثال ها و شواهد و اینها رو عملا یادشون نمیمونه اون مغز ایده خیلی مهمه من میدونم خود شما توی داستان نویسی و توی فیلمسازی هم با هم که حرف میزنیم خیلی طرفدار مثلا جون پالاهیری هستید که این سادگی و این درش وجود بدون افسوده که اصلا طعم اون غذا رو تحت تاثیر قرار میده مهمه که بدونیم تو ارائهمون چی حیاتیه و چی مهمه و حیاتی به خاطر چیزای مهم قربانی نشه اون مغز ایده خیلی مهمه حالا باز هی دوباره به این بر میگردیم و مثلا شرکت آمازون توی لوگویی که میخواست طراحی کنه خب خیلی فراخان داد آدم های مختلف ولی من فکر میکنم یه فلش وجود داره تو لوگو این شرکت که به سادگی تمام ایده رو توضیح میده یه فلش که A رو به Z وصل میکنه آمازون یعنی چی؟ یعنی از A تا Z اینجا پیدا میشه یعنی هر چی که بخوای از شیر مرغ تا جون آدمیزاد تو این فروشگاه هست ای تازه به یه فلشه و به سادگی داره یه کسب و کاری انقدر عظیم رو توضیح میده در مورد همین مغز ایده یه چند تا تجربه جالبم تعریف کنم یه وقتایی ما میخوایم یه ایده غلطی رو یه چیز بدی رو از بین ببریم یعنی میخوایم با یه ایده مبارزه کنیم تو این روش سلبی هم بهترین نکته اینه که ما مغز اون ایده رو بفهمیم و بعد اون رو مخاطب قرار بدیم مثال بزنم مثلا شرکت های تولید نوشابه که خب چیز مضریه تو کشور آمریکا یه تبلیغ تکراری دارن همیشه یه آقایی احتمالا توی کویری گم شده آفتاب داغ میتابه تشنه است لباش خوش شده و یه لای مثلا یه بوته خار یه شیشه نوشابه خونک پیدا میکنه از این خونک هایی که توش روش در واقع قطرهای آب هست و رد دست بخارش میمونه و باز میکنه و قلوب قلوب میخوره و میدونید این انگار که لواش تا این مغزه در واقع آدم حوض میکنه میخواستن در واقع مصرف نوشابری ذره کم کنن اومدن دیدن خب قلب این ایده تجاری چیه اینه این تصویریه که تو همه تبلیغا داره تکرار میشه اینکه لبشونو پاک میکنن و ها خب بعد اینو مصموم کردن یه تبلیغ ساختن به نام مرد چربی خور یه آقایی داره راه میره تو همون بیابون خیس عرقه و خیلی تشنه است لباش خوش شده زبونش خوش شده یهو یه, یه شیشه نوشابه میبینه و بر میداره همونقدر خونک باز میکنه و شروع میکنه قلوب قلوب خوردن اما نوشابه گوارا و خونک ازش نمیاد بیرون چربی میاد در واقع دنبه های گوسفند با همه اون مورگا و اون بویی که داره و بعد اینجوری دوره تمیز میکنه پخش میشه و یعنی بگم دفعه بعدی که اون شرکت‌های تولید نوشابه تبلیغشون رو پخش میکردن چون قلب ایدشون مسموم شده بود اسپول شده بود آدمها یاد مرد چربیخور خور می‌افتادن میدونی این خیلی مهمه حالا یه تکنیک ها باز یه مثال راجع سیگار میشه زد که یه تصویری که یکی از برندهای سیگار داشت تصویر مرد کابویی بود سواره اسب در اوج شکوه اینو دارن, اینو دارن. دارن. یه جورایی به دنیای وستر نزدیکن بعد اینا دیدن آقا این که سیگار مثلا تو تبلیغات تجاری اثر میذاره و آدما این کار غلط رو میکنن این تبلیغات خیلی اثر داره سوال چیه ایده اصلی مغز ایده ای این تبلیغات چیه تصویر از شکوه یه مردی با اون شمایل یه مرد وسترن یه قهرمان تنها در غروب داره میتازه و خاک از نعل از پاش بلند میشه یه تچرخ میزنه با اسبه و در حالی که به افق قیرشه و, سا و, سایه افتاده یه کام از سیگارش میگرفت و باز میتاخت میدونی اینا اومدن اینو اسپویل کردن چیکار کردن همین آدم و با این شمایل استفاده کردن ولی نه پشت یه اسب ولی نه در یک دشت داغ میدونید وسیع رو تخت بیمارستان در حالی که لوله ها دارن از ریش چرک و خون بیرون میارن دفعه بعدی که مرد با کلاه کاوایی سر و تو تبلیغا پیدا میشد آدما یاده می افتادن که اسموکین کیلز سیگار کشیدن میکشه میدونید یعنی مغز ایده خیلی ما یه جایی میشه علیه ما استفاده شه یه جایی تو هر چیزی میشه این مغز ایده رو باش خیلی کار کرد مهمه به جای اینکه حاشیه بریم قلبه و هر چقدر وقتی اون رو بزنیم طرف رو به خودش حرف بزنه در واقع پیام ما رو داره منتقل میکنه اینم نکته مهمیه ایده دوم اینه که غیر منتظره باشه. خیلی منتظم. چرا امروز دفتر من بله من دفترمو جا گذاشتم یه جایی رفته بودیم مثل بچه ها مداد کاغذا میبرم با خودم اونجا مونده بود بعد خب. چون فرصت نبود گفتم اون دوستمون عکس بگیره و من اینو پرینت کردم در واقع همون دفتره ولی پرینت شده آره این دیگه سری خوبه نه عالی بله به ایده بعدی که غیر مونده ما شاءالله می بله دیگه که اینجوری موقع که غیر منتظره این سروش ها خیلی مهمه که ما نظم ذهنی و پیشبینی پذیری بحث رو در واقع یه ذره به هم بزنیم یعنی خلاف آمده عادت رفتار کنیم ولی یه چارچوبی داره این یه چارچوبی داره و بودم یه جلسه ای مثلا چند سال پیش چهار سال پیش یه آدمی بود یه مثلا مسئولی بود من میخواستم یه مذاکره ای باش بکنم بعد اینو قبلش گفته مثلا یه آقایی میاد آقای شکوری منم نمیشناخت اول که من رفتم تو گفت شمایی میدونی یعنی چون من خیلی جوون به نظر می رسیدم بعد نشستم و اصلا گوش نمی کرد من داشتم آمار می گفتم این کارو بکنیم طرح خوبی میشه کمک میکنه سرش روی یادداشت شد و یه جا حتی برداشت تلفن زد وسط حرف من یعنی زنس خیلی تصویر بد من با هی زب در صفر میشه بعد من دیدم ببین این جلسه جلسه نمیشه این اصلا منو نمیشنوه و من باید یه کار غیر منتظره بکنم یه کار غیر منتظره کاری که کردم این بود حالا اینجا خیلی پیشنهاد ممکنه به ذهن مخاطبه ولی توی چارچوب بعد غیر منتظر من میتونستم کارهای دیگه بکنم شدیدتر همیشه هم اون آدم منو یادش میموند ولی خب نه به خوبی من هر من دیگه وقتی تلفنشو رو دیگه حرف نزدم یعنی اتاق سکوت شد یه سه چهار دقیقه گذشت بعد گفتش که داشتین میگفتین گفتم نه من اینجوری نمیگم گفتم من میدونم شما آدم مهمی هستین و میدونم که من به نظر خیلی جوون میرسم ولی اون جوونایی هم که جنگ و اداره کردن همسن من بودن و به نظرم اگه شما نمیشنوین ایدا حیفه که اینجوری گفته شه تا حالا فکر نکنم کسی با اون آدم اینجوری حرف زده باشه بعد اومد جلو میدونید اومد شروع کرد گوش کردم به من اگه این شوکو نمیدادم هرگز و کار خوبی کرد. آره این کار کردم <applause> و البته تمام پاها میلرزید یعنی خیلی حیبت داشت خیلی خیلی سخت بود ولی انجام خیلی غیر منتظر من غیر بودم. مستقیم این کار کردم ولی کار با کرد؟ اثر خوب نه چی؟ خیلی به, به اصرار میخواستم بپذیرم چی بود؟ من سالها معلم شیمی بودم بعد خواه. بر بچه های کنکور درس میدم و خیلی کلاس های خصوصی زیاد داشتم درسته بعد جوانتر بودم و موام خیلی بلند بود و فر و مثلا اینقدر موی فر داشتم لباس های چیز و یک کول پشتی اینا بعد خانواده ها وقتی که تماس میگرفتن من جلسه اولی که میرفتم ایوه. پدر یا مادر اون دانش که میخواد کنکور بده در که باز اینقدر مو یک کول پشتی یه آدم باشده میگفت این الان بعد بچه من شیمی در شده سال کنکور میگفتم که این آسیب نزنه به بچه من یه جلسه من فرصت با این شروع میکرد یه درک باز یه جلسه فرصت آخه باورش نمیشد میگفتم که مثلا فلانی هستن میگفتن که بله ولی الان معلم داره شما منم خیلی جالب بود خیلی تکنیک مهمیه فقط یه جلسه کاش <applause> 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 معلم من بودین ما خیلی زاج <زوجه> شیمی رو خوب یاد چون من شیمی رو خوب درس هنوز بله درس دادم دیگه آره دیگه بخشی از وجودتون شده اصلا خیلی خوب یه تبلیغ تعریف کنم به نظر شما این تبلیغ چیه یه آقایی خیلی شیک خیلی ورزشکار خیلی زیبا در واقع میره هموم دوش میگیره ما قطره آب رو میبینیم بعد سرش رو میشوره و حلش رو تنش میکنه و آروم آروم از اونجا بخار گرفته هموم و میاد بیرون و پاش سر میخوره چون قطره آب افتاده بیرون هموم و میخوره زمین و مغزش میخوره تیزیه تیزی چون خیلی خشنده شبیه فیلم های تارانتینوه و میخوره و مغزش میپاشه روی در واقع شیشه به نظرتون تبلیغ چیه؟ شامپو نیست قادر. نه نه پادری آها, آها. تبلیغ پادریه میخوام بگن اینقدر پادری مهمه چیزی که به نظر مهم نه یعنی یه شرکت تولید پادری برای در اینکه بگیم ما چیز مهمی هستیم یه همچین تبلیغ غیر منتظره رو ساخته یعنی امکان نداره شما فراموش کنید میدونین البته غیر منتظره بودن اثرش با تکرار از بین میره دیگه یعنی مهمه که ما با یه بازه های مثلا کوتاه پیام رو بدیم و بعد تمومش کنیم من تو کلاس هم, هم, همینه خیلی وقتا که احساس میکنم بچه خوابشون میاد مثلا زنگ بعد نهار حالا قبل کرونا حتما یه کاری میکردم که مثلا یه کار عجیب میرفتم رو میز وای میسادم یه میدونید یه یه چیزی میدونید یه اتفاقی که اون آدمو بیدارش کن مثل این... فیلم انجام شاعران مرد دقیقاً این رفت رو میز وای میساد و برای آره. خیلی عجیب خیلی عجیب بود, بود. که تو این مدرسه ای که همه مرتب تو کشیده یه معلمی اومده که فرق میکنه. با چقدر صحنه تاثیر گذاریه که میگه که یه زاویه نگاه دیگر رو امتحان کنی. آره آره و آخرش هم به احترامش همین کار رو میکنم بچه آخر که از تو کلاس من این تجربه داشتم میان اینجوری میگیرن میبرنش بچه ها البته بچه ها رومیز وای نسادن در <تصفح> <تصفح> فقط آره فقط یه گفتن آقا زودتر <تصفح> <تصفح> شوخی میکنم میخوام بگم این خیلی مهمه که غیر منتظره باشه پشت حالا دو تا که قلب, قلب آره. در رو بگیریم و یکی اینکه نحوه ارائهمون سعی کنیم توش یک عنصر بدی جدید غیر منتظره ای وجود داشته بعد خیلی چیزها رو سروشان میشه غیر منتظره در موردش نگاه کرد مثلا ما یه بازی میکردیم تو کلاس در مورد دستمال توالت یکی از منتظره ترین چیزهای جهان دیگه هم یه شکل داره و هر بار یه چیزی من بچه‌ها گفتم فکر کنید ما کارخونه تولید دستمال توالت داریم اینو چی جوری میتونیم یه جوری طراحی کنیم که شبیهش نبوده اولش میگفتن آقا ممکن بعد شروع میشد یکی میگفت آقا آدم و تایم زیادی اونجا حوصلهشون سر میره یه داستان یه کاریکا یه چیزی روش باشه یکی میگفت مثلا رنگش رو تغییر بدیم یکی میگفت مثلا اون جای دستمان کاغذی رو مثل میوزیک باکس کنیم که وقتی آدمو میکشن موسیقی پخش کنه مثلا میتونی یه ایده ها این بود خیلی یکی میگفت عطر داشته باشه با لوگوی عطرهای معروف باشه که یه نفر مثلا شاید بخواد پول بیشتری بده لاکچری تر شه و و و من میخوام می بگم به دستمال توالت هم میشه جوری نگاه کرد که تا کسی نگاه نکرده تو کتاب مثال میزنه از مهماندارایی که این اول هواپیما هسته میگن دو در در جلو دو در اون دیگه منتظره ترین چیز دنیاست دیگه یه متن سا ولی داشت داره توضیح میده که چه اونا این جوری متفاوت انجام میدادن یه کلیپی هم پخش شد تو اینترنت که یه آدم همینا ولی کل اون 300 نفر که هرگز این رو نمیبینن این رو تماشا میکنن و من میخوام این یه بار دیگه به بیننده بگم که این درسته که به نظر میاد ایده است برای کسب و کار بله ولی برای داستان نویسیه آره. برای فیلم نام نویسیه برای وقتی که میریم خواستگاری آفره. برای وقتی که خواستگار میاد آفره. برای وقتی که میخوایم یه جای استخدام بشیم آفره. برای وقتی که میخوایم استخدام برای برقرار چون ما دائم داریم ایده هامون رو رد و بدل بر... اینکه چطور اینو رد و بدل کنیم خیلی مهمه اینکه چطور وقتی با همسر اون دعوا میکنیم از اینا آقا ساده حرفمون رو بزنیم میدونید سعی کنیم یه جور غیر منتظره و, و اگه اصرار کردن با یه ایده غیر مترقبه و جدید و بدی کاری بکنیم برای آشتی کردن و موقع بهتر جواب دقیقاً, دباید. دقیقا همینطوره